رفقا سلام، سنسور ABS یا سنسور سیستم ترمز ضد قفل خودرو یکی از اجزای مهم سیستم ترمز به شمار میره که وظیفه اصلی اون سنجش سرعت چرخ‌ها هستش. هدف اصلی این سنسور اینه که از قفل شدن چرخ‌ها هنگام ترمز شدید جلوگیری کنه تا خودرو کنترل پذیرتر باشه. پس باعث افزایش ایمنی خود رو هنگام ترمزگیری میشه، از طرفی سرعت چرخ ها رو سنجش میکنه و به ECU ارسال میکنه. ECU هم طبق اون در خودروهای جدید مخصوصا عقربه پشت آمپر و کیلومتر شمار خودرو رو تنظیم میکنه، یعنی سرعت در این خودرو سنسور سرعت وجود نداره و اطلاعات سرعت هم از این سنسور گرفته میشه. در ویدیویی که با هم دیگه قرار ببینیم، خودرویی به ما مراجعه کرد که چراغ ABS این خودرو روشن بوده و ما می‌خوایم به صورت کامل این خودرو رو از نظر سیستم ترمز ضد قفل ایبیابی کنیم و مشکلون رو برطرف کنیم. بریم با هم دیگه این ویدیو رو تا انتها مشاهده کنیم. رفقا درود، دوست عزیزمون مراجعه کرده با ایراد روشن بودن چراغ ABS خودرو. ما برای بررسی دستگاه دیگو وصل کردیم، از طریق منوی ABS خود شرکت سازنده سایپا خودروی تیبا ABS تشخیص خودکار داره. حالا این ماندوئیه، ولی خب ما تشخیص خودکار می‌دونیم که خیال مواد بعد ABS ماندو فهم می‌کنیم. خواندن خطاها، بله دو تا خطا داره، سنسور سرعت چرخ جلو چپ و سنسور سرعت چرخ عقب راست. جلو یکی زده رنج عمل کردش درست نیست، یا کثیفه یا خود سنسور خرابه احتمالا. عقب سمت راست هم مدار باز یا اتصال کوتاه یا سیمش قطعه یا جای اتصال داره. میگم برای بررسی هر دو تا سنسور. خب جا کذارید زیر لاستی حرکت نام بذارید برای بحث اطمینان بیشتر. چرا هم که من شروع کردم سریع باز بشم. اول سنسور ABS عقب رو داریم چک میکنیم که مدار باز یا اتصال کوتاه زد خرابش آورده. اینجا این سنسور ABS درسته؟ این سنسور ABS این قسمت یه پیچ شماره 10 داره که باز میکنیم تا سنسور رو در یک مقدار ببینید. اولا که به شدت جرم میشه و کسیب شده. خب حالا بریم خود سیمش هم بررسی کنیم، بینیم درش بیاریم کامل سنسور رو یه بررسی کلی کنیم. این سنسور در اومده از سوکتش، یعنی احتمالا سنسور سالمه، فقط سوکتش در اومده. خب پس همونجوری که گفتم سنسور ABS عقب خرابیش چی بود؟ نوشته بود مدار باز یا اتصال کوتاه، یعنی قطعی در مدار. وقتی بررسی کردیم ببینیم بله سنسور از سوکت در اومده، نگاه کنید. حالا یا فشاری اومده بهش یا موقع وسیله گذاشتن تو صندوق این اتفاق افتاده. به هر حال این سنسور این بود دلیلش. حالا به هر حال ما بازش کردیم، درش میریم و یه شستشو هم سنسور رو میدیم، چون برادی ها هم خیلی چسبیده بود و اونا شستشو میکنید در نهایت ببندش. این باز میکنیم از همین قسمت، بعدش میکنیم میره پای. با اسپری انجکتور شد این قسمت رو کاملا شستشو میدیم. این براده ها باعث میشه که در واقع پالس های اشتباهی، سیگنال های اشتباهی به ECU ارسال بشه، به یونیت ABS ارسال بشه و عمل کرده اون دوچاره مختلف.
سیم کشش هم به صورت ظاهری تست میکنید و میریم برای نصب. اول از همین قسمت دوباره رد میکنیم. اینا سر جاش میذارید. حتما وقتی جک میذارید زیر خود رو از خرک استفاده کنید، چون امکان داره یه وقتی جک ویل کنه و خود رو پایین بیاد و خدای نکرد اتفاق خاص بیاد. این با این خارها رو سر جاش بذارید. اینجا هم که اونا سر جاش هست و محکم قسمت قرار میدیم که احیانا دوباره دچار مشکل نشه. نه این قسمت هم بینیم برای لاستیک جلو سمت راننده. خب لاستیک جلو رو باز کردیم و سنسور ای بی اس رو میخواییم بررسی کنیم و ای بی آر. خطایی که زد خارج از رنج رو عمل کرد زد. حالا ممکنه سنسور کثیف باشه یا خود سنسور مغناطیس خراب باشه و نیاز به تعویض بشه. بازش کنیم ببینیم چه جوریه. این پیچه یکی اینجا هست باز میکنیم. یه نکته که میخوام خدمتتون عرض کنم، در بعضی مواقع سنسور ای بی اس خراب نیست و پلوس های یعنی تریگر روی پلوس دوچار شکستگی هستش. شما باید حتما این تریگر هم بررسی کنید. حالا من اینکه در میانم تریگرش هم بررسی میکنم. یه وقتی میبینیم خود سنسور سالمه ولی این تریگر دوچار مشکل. اوه سنسور به شدت کثیفه. هم تمیزش میکنیم و دوباره میمندیمش و همچنین تریگر فلوس رو سر فلوس رو چک میکنیم. سنسور یه شدت کثیف هستش، اینو حتما تمیز میکنیم و اونو تست میکنیم. اما قبلش تریگر روی سر فلوس رو که در واقع این هستش مشخصه. آره اینجا ببین من بررسیش میکنم ببینم زدگی یا خوردگی نداشته باشه. بعض اوقات همین تریگر وقتی خراب باشه سنسور خطای در واقع رنج عمل کرد رو میزنه. باید حتما این تریگر رو بررسی کنیم. ظاهر اون که سالمه. بذارید من سنسور رو بررسی کنم، شستشو بدم و ببندیم و تستش کنیم. خب سنسوری که پیچش باز کردیم از این خارها با دقت درش میاریم به این صورت، این سوکت رو در میاریم. خب سوکت سنسور ایست از پایین سنسور رو میکشیم بیرون. خب بعد از اینکه سنسور رو در آوردیم سیم کشیم رو چک میکنیم یه سالم میریم برای شستشوی این قسمت و بستن دوباره و با اسپری این قسمت رو صورت کامل شستشو میدیم. خوش کش میکنیم و دوباره میبندیش. اول سوکیت اون رو جا میذاریم، فشارش میدیم، یه بررسی هم سوکیت میکنیم وقتی قطعیت سال بدنی وجود نداشته باشه.
خارهای اونو سر جاش قرار میدیم به ترتیب. آره چرخ جلو خیلی اهمیت داره اینا سر جاش باشه، چون با چرخش فرمون ممکنه این سنسور سیمش کشیده بشه و دچار آسیب بشه. سنسور هم سر جاش فیت میکنیم و پیچ اونا به این صورت میبند. بعد هم که لاستیک خودرو رو میبندیم و بعد از پاک کردن خطا به تست جاده میریم ببینیم سنسور روشن میشه، چراغ ABS روشن میشه یا نه. حالا ببینیم خطا آیا پاک شده یا نه، خطا ها رو بررسی کنیم. خب این الان خطایی وجود نداره. خب اما ما به این کفایت نمی کنیم، خودرو باید دور بزنه بررسی بشه، اگر بعد از یک مسافتی چراغ ABS روشن نشد مشکل جفت سنسور حل شد، اما اگر روشن شد به طور قطع سنسور جلو سمت راننده دچار مشکل هستش. خب دوستان همونجور که میبینید با مالک محترم خودرو داریم دور میزنیم برای تست سنسورهای ABS و بعد از یک دور طولانی این چراغ ABS روشن نشد و خوشبختانه مشکل حل شد بدون نیاز به تعویض سنسور و هزینه گزاف، چون که این سنسورهای ABS همونطور که میبینید هزینه بالایی دارن و حتما قبل از تعویض سنسور بررسی کنید که مسیر سنسور سیم کشی خود سنسور مغناطیس سنسور هیچ مشکلی نداشته باشه، کثیف نباشه، قطعی نداشته باشه و سوکتش در نیاد. در پایان هم براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم موفق و پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار.